محسن برادر محسن، صدای همرزمان تو داری؟ آجی خط مقدم یه اتفاقی داره میفته، موشکا توی زمین خودی داره فعال میشه. آجی لطفا گراد درست بدید، بچه ها دارن قتل عام میشن، مفهومه؟ برادر محسن مفهومه؟ آقای برادر محسن رضایی، شما چرا؟ شما به عنوان یه فرد آگاه دفاعی امنیتی به قول خودتون نمیبینید و نمیشنوید دشمن کجا را داره میزنه؟ شما هم دقیقا همونجا را میزنید؟ فرمانده، تو صحبتهای شما در گفتگوی ویژه خبری حرفایی شنیدیم که جز افسوس بر ما نیفزود. اول اینکه شما هم مثل براندازا و معاندین این نظام، مخالفین و منافقین داخلی، گفتگوی خودتو با توهین به شورای نگهبان و زیر سوال بردن ایشون و اعتراض به صلاحیتو شروع کردی. شما چرا؟ شمایی که برادرتون تو همون برنامه تلویزیونی همه الگو و تأثیرپذیری شما را تا به امروز و دمادم امام میدونه و معرفی میکنه، نشتی میده نمیدونی جایگاه شورای نگهبان از نظر امام چیه؟ این چه تأثیرپذیریه برادر؟ برادر محسن، سوال همه ی بچه رزمنده‌ها اینه، حمله به آیت الله رئیسی چرا؟ جناب فرمانده دفاعی امنیتی، برای مظلومیت سید ابراهیم رئیسی همین بس که دوست و دشمن برای بالا رفتن از این پله مقام و منصب بر همه حسنش چشم می‌بندن و با هزار طعنه و تهمت و دروغ و فرافکنی او را مورد هجمه قرار میدن. برادر محسن، شما که بیشتر از ما مردم ایران دوست و دشمن موافق و مخالف سید ابراهیم را می‌شناسید. آج محسن، بچه ها این طرف حیرت میکنن وقتی میبینن جناب محسن رضایی میرقائد تو اولین نطق پربیننده تلویزیونیش میاد و به کارنامه درخشان سید ابراهیم تو قوه قضاییه، اونم فقط تو تحولی که تو 2 سال ارائه داد، حجمه وارد میکنه. آج محسن، بچه ها اینجا تعجب میکنن که شما طوری وانمود میکنی که گویا بعد از 8 سال دفاع مقدس و پایان جنگ هیچ مقام و منصبی تو این کشور نداشتید. شما که خودت از 17 سالگی مرد سیاست میدونی، شما که خودت استاد تمام اقتصاد میدونی، شما که مدام از حسن باقری گفتی و جذب نیروی جوان و نخبه، شما بفرما تو این همه سال که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودید و هستید چه کاری برای این جوونا و این مردم انجام دادید؟ جناب دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگه تو جواب این سوال از محدودیت ها و نداشتن اختیارات و هزار اما و اگر بهونه بیاری، خوبه که بدونی تو حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه هم نبوده و نیست که رئیسش به میدون بیاد به کارخونه ها و تولیدی ها و بازارها و مشکلات اقتصادی مردم، کارگران و بیکار شدگان رو حل کنه، اونم با اون همه جدیت و تلاش. خب حاج محسن، بسم الله، بفرما از عملکرد خودت دفاع کن، از کارهایی که میتونستید و کردید. و جناب فرمانده دفاعی امنیتی، عجیبه که خودتون رو منجی اقتصاد کشور، حافظ امنیت کشور و فرمانده سیاسی میدونید و این حال و روز بصیرتتون. و اما نکته دیگه این که این رو کجای دلمون بذاریم که شما هم همصدا و همنوا با شبکه‌های دروغ و فتنه‌گرای خارجی و داخلی ناجوان مردانه به شائبه انتصابات از سوی حکومت و رهبری و شورای نگهبان برای ریاست جمهوری دامن بزنید. اصلا معمای عجیبیه، گویی با این گفتار و رفتارتون میخواید خودتون از جبهه انقلاب دور کنید و بگید من از اینا نیستم. کما اینکه گفتید اون چیزی که نباید میگفتید. و ما حاج محسن، همه بچه های این طرف انگشت به دهان موندیم، بترسید از اینکه مشمول تعریف و تمجید اونا قرار بگیرید، چرا که امام فرمودن اگه دشمن از شما تعریف کرد بدونید. یا حق.